موزیک. وین شهر هنر و موسیقی برتر چندی پیش شاهد اجرای اپرای سیمون بوکانگرا اثر جوزپه وردی در سالن زیبای کنسرت هاوس در این شهر بود که سال 2013 100 سالگی فعالیت خود را جشن می‌گیرد. صدای باریتون در این اپرا را توماس همتون اجرا می‌کند. فکر میکنم ماهیت اغلب اپراهای وردی چنین است، تیکه تیکه شدن بین مسئولیت اجتماعی از یک سو و تراژدی شخصی از سوی دیگر. صدای باس و باریتون مقابل در این اپرا صدای ستایش برانگیز لوکا پیزارونی است که خود رشد یافته شهر وردی است. این اولین اجرای من از آثار وردی است و نمیتوانم به شما بگویم که چقدر خوشحالم، زیرا دوران رشد من توأم با شنیدن وردی بود. پس از مدت‌ها اجرای موزارت و روسینی، اکنون با اجرای وردی میتوانم بگویم که در خانه خود هستم. اجرای نقش تبهکار را دوست دارم. اینکه بتوانی کارهایی را بکنی که در زندگی واقعی نمیتوانی لذت بخش است. انسان به خودش میگوید دارم پای در مسیری میگذارم که با آن مأنوس نیستم. توماس همسون و لوکا پیزارونی که دو همکار و دوست صمیمی‌اند، پدر زن و داماد نیز هستند. فکر می‌کنم وحشتناک باشد اگر یک تبهکار زیرک هم باشد. یک تبهکار خندان. باید او را در نقش اوتلو دید. همیشه تکرار کاسیو. رهبری این کنسرت را ماسیمو زانتی بر عهده دارد. این یکی از شگفت‌انگیزترین کارهای وردی است. با نوای سیال و روانی آغاز می شود که گویی آهنگ شبانه دریاست. الهام بخش است. انگار آهسته پنجره را باز می کنی و نفس عمیق می کشی. در این اپرا از ابتدا تا انتها شما هوای دریا را تنفس می کنید. جالب این است که او طرفین را به هیچ چیز جز عشق فرا نمی‌خواند. چرا شما نمی‌توانید شفقت را بین خودتان بیابید؟ چرا ما نمی‌توانیم همانندی‌ها را در آغوش بگیریم و تفاوت‌ها را بگذاریم بیرون؟ این اپرایی با فضای تاریک، پیچیده و عذاب‌آور است. درامی که در آن وردی با ما از تجربه تلخی‌های بسیار می‌گوید. اپرای سیمون بوکانگرا تجلی ناممکن بودن آشتی فرد با جامعه است. و شاید بیش از این، در آنجا آشتی ناپذیری فرد با تاریخ نهفته است، تاریخی که شما را در اعماق رها می کند.